در مؤسسه دولتی قصر تنیس و مجموعه ورزشی یوبی پنجمین مسابقه بین المللی اوید با گوشتین ملی گوشتینگری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اومالی در پنجمین مسابقه بین المللی اوید با گوشتین ملی گوشتینگری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه شرکت ورزیدند. یادآور می‌شویم که گوشتین ملی تاجیکی با دستگیری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان مقام بین‌المللی گرفت که بر رشد منبعی این نمود ورزشی ملی در مملکت مساعدت می‌نماید. باید گفت که گوشتین ملی یکی از نام‌های معمولی بازی‌های ملی دانسته شده امروز مقام بین‌المللی را صاحب گردیده است. همساله در دایره برگزاری جشن بین‌المللی نوروز این مسابقه در تمام شهر و ناحیه‌های مملکت با اشتراک ورزشگران و دوستداران این نمود ورزش در سطح بلند برگزار می شود. پنجمین مسابقه بین المللی اوید با گوشتین ملی گوشتینگری برای دریافت جام رئیس شهر دوشنبه 7 وزن 5 وزن میانی مردان و 2 وزن میانی بانوان را از 40 کشور با شمول 200 ورزشگر از 3 قطعه عالم آسیا، اوروپا و آفریقا برای قوه‌سنجی با قلب تاجیکستان شهر دوشنبه آورد. تیم منتخب ما در هیئت 28 نفر 8 بانو و 20 مرد شرف تاجیکستان را حمایت کردند. مبلغ جایزه های پولی مسابقه 100 هزار دلار آمریکایی را تشکیل میداد. کارشناسان خارجی از اقدام پیش گرفته سرور دولت محترم امام‌علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی را دستگیری نموده چنین ابراز عقیده کردند. من از شهردار محترم واقعا تشکر میکنم، چون امکاناتی که به ما دادن واقعا خیلی خوب، عالی و در حد بی‌نظیره. این مسابقه کشتینگیری و در حال حاضر در جهان معرفی شده، شناخته شده و این مسابقه در حد خیلی خیلی بالایی داره انجام میشه و امیدواریم که مسابقه خوبی ما امروز ببینیم و تمام این پرسنلی که برای ما کار اینجا دارن زحمت میکشن واقعا دیگه سنگ تمام گذاشتن که برای برگزاری. شرایط خیلی عالی، خیلی عالی، همه چی خوب در حد مسابقه های جهانی. همین طریق زیر وزن تا 65 کیلوگرم با دو تن از ورزشگران ما کسی برابر شدن نتوانست. شعباز سعید ابرارو با خیراندهش مرازاده بر همه رقیبان ظفر یافته اسمشون را به فینال این مسابقات نوشته کردند. در نهایت مخلصان دستی شعباز را با پرتافت زیبایش بالا دیدند. سهراب باقی و تاجیکستان و واحد بریمنولو از ایران با گرفتن مقام سوم قناعت کردند. خیراندهش مرادزاد با من برادری نزدیک است. امروز ما رقابت کردیم چون که خود شوهی چیدیم، امروز غالبیت را برادری به دست آورد. میرزا جمیل رمضانوف زیر وزن 71 کیلوگرم از اول تا به انجام خیلی درخشی زیبا داشت. در فینال با ابوبکر باقیف روبرو آمد. وقتی اساسی دیدار غالب را معین کردن نتوانست، ولی در 24 ثانیه دقیقه ایلوگی او ابوبکر باقیف را با اصول زیبای حلال از سر راهش دور کرد. مقام سوم این وزن را علی جان باقیف از تاجیکستان و دلشاد بیگ یولداشف از ازبکستان سزاوار گشتند. مینداری خدا نام را با محترم رئیس شهر رستم امام‌علی می‌رسانم که با ما چنین جوانمردو چنین مسابقه پیشنهاد کرده و ما نیز توانستیم که نام کشوری عزیز خودمون در عرصه بین‌المللی پرچم دولت از ما بلند برداریم. خب همون دقیقه که معین شده بود غالب معین نگشت و در دقیقه لوگی شما توانستیم که با یک پرتافت خیلی عالی، از کدام اصول گرفتیم و چگونه پرتافت بود برای شما؟ از اصول حلوکی لاو میگن با اون اصول فریب دادن حریف خودم رو و خطای پشار نستم. یکی از رقابت هایی که با پنجمین مسابقه بین المللی اوید با گوشتین ملی گوشتینگری شکوه و شهامت را ضم نمود این وزن 78 کیلوگرم بود. پرتافت های زیبای رحمت الله بیگ فرهادوف مخلصان را هر لحظه و زمان با پا راست می آورد. او در فینال با نماینده ایران رامین سبزعلی با میدان آمد. در نهایت روی شاستون افتخاری برآمد و سرود ملی تاجیکستان با گوش نمایندگان 40 دولت رسید. او علی کورژیوف از روسیه و احرار زیادولایف از ازبکستان با گرفتن مقام سوم این مسابقه بین المللی قناعت کردند. سه پرتافتی که بود در اول با حریف آلمانی و بعدا حریف روس و یک حریف دیگر بود. مخلصان از شما طلب میکردند که یعنی ایپون حلال باشد، چرا با حریف ایرانی چنین اصول استفاده کردند؟ من باری سوم میباشد که با این حریف خوازمایی میکنم.
با فکر من نمون است که وای مرا خوب میدوند و من اون را خوب میدونم. خیلی یک امکانیت نشد برای پرتوفتی زیبا. میخواستم که پرتوفتی زیبا شود و مخلصان خود را خرسان کنم و توانستم که مخلصان خود را کمی هم باشد خرسان کنم. عمر رسولوف زیر وزن تا 86 کیلوگرم در فینال با حق نظر نظرف برآمد نموده با یک بدن مدال طلای جام رئیس شهر دوشنبه را مال خود کرد. مسعود قوی بازو از ایران و عمر بازاروف از ازبکستان به زینه سیوم برآمدند. من رسولوف عمر دانشجوی دانشگاه تربیت جسمانی خوشبختانه غالب این وزن گردیدم. شما دارین معرف نیمه‌های شما سال گذشته او فینالیست بود و چگونه رقابت بود با این معرف پرقوت؟ خیلی رقابت شدید و قیم بود ولی از حساب تمرین‌های خوب و سری محلی با او دست بالا گرفتم. با شریف جان نظریف از تاجیکستان و شیر محمد چندریف از ازبکستان در وزن جمع 86 کیلوگرم کسی برابر شدن نتوانست. در نهایت شیر محمد با یک پرتوفت پهلو غالب وزن جمع 86 کیلوگرم گردید. اولوغبگ رحیموف نماینده تاجیکستان و آنتون براچوف از فدراسیون روسیه نشانی برنجی را به گردن آویختند. زیر وزنی تو 57 کیلوگرم میانی بانوان لیوانتین از جمهوری مردمی چین با رقیبی مغولی گاند سکسک گاندبول را از سری راهش دور کرده نامش را برای خط بهترین ها شامل کرد. پردویز ایدیواندی از ایران و کنان ادهم از سوریه با گرفتن مقام سیوم دست یافتند. A little tired, so but I'm excited I can take champion, gold champion. Thank you. جانان نظروف با نماینده روسیه آلینا پراکاپنکا تمام رقیبانشون رو مجبور نمودند که در فینال رقابت اونها رو همچون مخلص تماشا نمایند. در نهایت با دو پهلو آلینا با این دیدار نقطه گذاشت. شایدا قلندروف و آژار سالیوکوف از قزاقستان صاحب نشانی برنجی گردیدند. Мне очень понравилось всё. На самом деле очень хороший уровень. Хороший зал, хорошая поддержка, хороший татами. Организация очень на хорошем уровне. Амин Тарик дар хаяти дастави тими Тоҷикистон бо гирифтани 4 медали тило мақоми аввалро касб кард. Ҷумҳурии Узбекистон дуюм ва Федерасияи Россия мақоми сеюмро гирифтанд.